سلام، در این ویدیو در رابطه با انزایم اینهیبیشن صحبت میخوام بکنم. قبل از اینکه صحبت بکنم، روند کلی فعالیت آنزیمی رو میدونید که یک آنزیم وجود داره، یه دونه سوبسترا، و آنزیم از طریق اکتیف سایتش به سوبسترا متصل میشه و کمپلکس آنزیم سوبسترا رو تشکیل میده و در نهایت به آنزیم پروداکت تبدیل میشه. همونطور که مشاهده میکنید، توی تمام این 4 تا در واقع اینهیبیشن که میخوام صحبت بکنم، این فرایند همین مدلی اتفاق میفته و تفاوتی وجود نداره. مرحله اول، competitive inhibition. در این مرحله شما یک مهار کننده دارین که از نظر ساختمانی دقیقا شبیه سوبستراتونه. چه اتفاقی میفته پس؟ در اتصال به اکتیف سایت آنزیم با سوبسترا با همدیگه رقابت میکنن. همونطور که مشاهده میکنید، کمپلکس آنزیم مهار کننده به وجود میاد و ما برای اینکه بیایم وی ماکس رو ثابت نگه داریم، میایم چیکار میکنیم؟ میزان سوبسترامون رو افزایش میدیم برای اینکه بتونه به این متصل بشه، بتونه تو رقابت پیروز بشه. پس در نتیجه در واقع میایم کای اممون رو افزایش میدیم. پس توی competitive inhibition سوبسترامون افزایش پیدا میکنه، کای اممون افزایش پیدا میکنه و وی ماکسمون ثابت هستش. اوکی. حالا بریم در واقع دومیش رو بررسی کنیم. non-competitive inhibition و uncompetitive inhibition. این دوتا رو میخوام با هم دیگه در رابطه باهاش صحبت بکنم. توجه بفرمایید که در non-competitive inhibition در خود ساختمان آنزیم یه جایگاهی وجود داره که بهش میگن allosteric site. در non-competitive inhibition ما یه مهار کننده داریم که در واقع این مهار کنندمون میتونه بیاد به این allosteric site آنزیم متصل بشه و این قابلیت رو داره که هم به اینجا متصل بشه و هم به اینجا، یعنی هم به آنزیم خالی متصل بشه هم به کمپلکس آنزیم سوبسترا متصل بشه. و در واقع چه کمپلکسی رو تشکیل بده؟ آنزیم سوبسترا اینهیبیشن، اینهیبیتور. خب بچه ها، من برای اینکه قشنگ تر بشه اینا رو دوباره کشیدم. نگاه کنید، گفتم توی نان کامپتیتیو اینهیبیشن اون مهار کننده همون هم میتونه به خود آنزیم متصل بشه، هم میتونه به کمپلکس آنزیم سوبسترا متصل بشه. حالا چه اتفاقی میفته؟ ما میتونیم توسط یه سری از مکانیزما به کمک یه سری از مواد بیایم یه کاری بکنیم که این از این جدا بشه. زمانی که این جدا بشه، پس برمیگرده به این، درسته؟ این جدا بشه. باید با مشکی بکشم. خب میبینید جدا میشه. توسط یک فرآیند دو طرفه این اتفاق میفته. خب حالا توی اینجا پس چه اتفاقی میفته؟ همونطوری که میدونید، نگاه کنید، هم میتونه به آنزیم متصل بشه، هم میتونه به این آنزیم متصل شده به سوبستراش متصل بشه. پس در نتیجه ما میزان سوبسترامون کم و زیاد نمیشه. پس زمانی که میزان سوبسترا تغییر نکنه، کای اممون تغییر نمیکنه. در اینجا کای ام ثابت هستش، پس ثابته. اما چه اتفاقی برای وی ماکس میفته؟ ما هر چقدرم بیایم از یک سری موادی استفاده کنیم که بازدهیشون قوی باشه، بتونه 90% این مهار کننده رو جدا بکنه که بتونیم ما پروداکت نهاییمون رو داشته باشیم، باز هم 10%ش پروداکت نمیده. پس در این فرایند، در این روش، کای ماکس ما، وی ماکس ما، معذرت میخوام، وی ماکس ما کاهش پیدا میکنه. پس وی ماکس کاهش پیدا میکنه و کای اممون ثابت میمونه. اما چه تفاوتی بین نان کامپتیتیو وجود داره با آن کامپتیتیو؟ خب من اینو خوشگلتر کشیدم، دوباره یه توضیح مختصر میدم که یادمون بمونه که بریم بعدی رو بخونیم. خب توی اینجا گفتم که مهار کننده میتونه هم به آنزیم متصل بشه و هم به کمپلکس آنزیم سوبسترا و در این مرحله وی ماکس کاهش پیدا میکنه و کای ام ثابت میمونه. اما در اینجا چه اتفاقی میفته؟
اما توی آن کامپتیتیو چجوریه؟ همونجوری که مشاهده میکنید اون قسمتی که مهار کننده میتونه به آنزیم متصل بشه تا زمانی که سوبسترا به آنزیم متصل نشده وجود نداره، یعنی اون مهار کننده فقط میتونه به کمپلکس آنزیم سوبسترا متصل بشه که آنزیم سوبسترا اینهیبیشن بده. در واقع بذارین اینو درست کنم. خب اما چه اتفاقی میفته؟ دقیقا مثل همون قبلیه. تا اینجا این کمپلکس نمیتونه پروداکت تولید بکنه و ما خب طبیعتا میتونیم توسط یه سری از مکانیزم ها بیایم و این رو ازش جدا بکنیم که پروداکت بدیم. در نتیجه هر چقدر ما بتونیم 90% رو جدا بکنیم، باز 10%مون بدون پروداکت میمونه و وی ماکسمون کاهش پیدا میکنه. اما یه اتفاقی، یعنی یه تفاوت بزرگی که توی اینجا وجود داره، بذارین رنگم سبز کنم. همونجوری که مشاهده میکنید، خب زمانی که پس این اتفاق بیفته میزان آنزیم بیشتری مصرف میشه، در نتیجه این میاد پایین، واکنش به سمتی کشیده میشه که میزان آنزیممون رو بیشتر تولید بکنه، در نتیجه از سوبسترا کاهش پیدا میکنه. پس در اینجا چه اتفاقی میفته؟ در اینجا کای اممون کاهش پیدا میکنه، وی ماکسمون کاهش پیدا میکنه. اما در اینجا چرا این اتفاق نمیافتاد؟ به خاطر اینکه این آنزیم میتونست به هر دو تا طرف متصل بشه و در واقع واکنش به یک سمت جهتدار کشیده نمیشد که میزان سوبسترای بیشتری مصرف بشه. پس تفاوت بین آن کامپتیتیو و نان کامپتیتیو رو متوجه شدین. توی نان کامپتیتیو این مهار کننده میتونه به هر دو تای اینها متصل بشه، ولی توی آن کامپتیتیو فقط میتونه به کمپلکس آنزیم سوبسترا متصل بشه. اما مرحله بعدی چیه؟ اینها همشون برگشت پذیر بودن، اما این مرحله در واقع این روش برگشت ناپذیر هستش. توی برگشت ناپذیر هم یک مهار کننده وجود داره که دقیقاً مشابه سوبسترا هستش و میتونه بره توی جایگاه فعال آنزیم باند بشه. اما چه اتفاقی میفته وقتی این باند میشه؟ یه تفاوتی وجود داره. زمانی که این به اینجا باند میشه، یکم رنگشون متفاوت شد. زمانی که این به اینجا باند میشه، توسط پیوندهای قوی کوالان این اتفاق میفته. در نتیجه این واکنش برگشت ناپذیر هستش و پروداکتی تولید نمیشه. پس نو پروداکت. پس چه اتفاقی میفته؟ در واقع به این مرحله سویساید اینهیبیشن هم گفته میشه و دیگه اجازه نمیده، به هیچ وقت دیگه اجازه نمیده که اون سوبسترای اصلیمون متصل بشه. البته این بیشتر شبیه سیبیل شد تا شبیه ناراحتی.